نشریه شرق چاپ تهران روز 26 یونی سال 2023 مطلب زیر عنوان 268 روز اسارت در تاجیکستان از سرگذشت تلخ یک زن سیاه ایرانی نقد کرد که چگونه هنگام عبور مرز تاجیکستان در پی از بغاجش یافتن 6 چوب خشک بندانه دستگیر گردید و به 5 سال و 2 ماه زندان محکوم شده است. بنا به گزارش شرق، شهروند ایران نازنین مطیعی علی اصغری را که سیاه ایرفایی و بلوگر است، کارمندان مرزبانی و گمرکی تاجیکستان هنگام عبور مرز افغانستان با تاجیکستان با اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر کرده به کارمندان پلیس سپردند. خود نازنین بازداشت شدنش را به نشریه شرق چنین نقل کرده است. پس از 3 هفته سفر خود در افغانستان، آخرین روزهای خود را در ولایت بدخشان در دره درایم گذرانیدم. در این منطقه بجز از گندم، نخود و کارتوشکا مردم کوکنور هم کشت میکنند. با بسری به قدرت آمدن طالبان، کشتارهای کوکنور در این دره افزایش یافته است. چند تا عکس و نوار هم گرفتم و به صفحه اینستاگرام خود گذاشتم. اصلا مردم افغانستان پایه های خشکیده رستنی بندونه را یا در آب تر کرده به چاروی خود میدیند و یا همچون مواد سوخت به جای ایزوم استفاده میبردند. من با مقصد یادگاری 4-5 نبده خشکیده این زراعت را که دهقانان بر وقت شیره اون را گرفته بودند و از آن مردم محلی چون ایزوم استفاده میبرند با خود گرفتند. در رو از چند نفر طالبان پرسیدم که آیا این برای گذشتن از مرز مشکل ایجاد نمیکند؟ آنها میخندیدند. وقتی نوزنین به قندوز رسید، کمی پول سامانه نیز خرید و روز 2 آگوست سال 2022 روی مرز شد. از قندوز تا مرز تاجیکستان 1 ساعت راه است. او میگوید وقتی که به مرز تاجیکستان رسید، در نوبت تنها یک زن و یک مرد رو دید که افغان تبار بودند ولی در تاجیکستان زندگی میکردند. نوزنین میگوید ساعت 10 صبح او هم در دست شناسنامه، ویزا و تست مثبت از بیماری کووید 19 به نوبت امور مرز پیوست. وقتی کارمندان گمرک تاجیکستان تفتیش بورخالتم را آغاز کردند، از من خواستند تا همیان دستی خود را باز کنم. وقتی سمکه خود را کشادم، از من پرسیدند که این کوکنور است. من جواب دادم بله. او باز پرسید که میدونید که از آن چه آماده میکنند؟ من گفتم بله، از آن مواد مخدر آماده میکنند، ولی از رستنی آن، نه چوب خشک آن. این دیگر مثل یک چوب است. من میخوام آن را با خود همچون یک یادگاری از افغانستان در خانم آویزان کنم. من در اول از عمقی این کارمندان گمرک ایران شدم که نخود فرقی گل تر و تازه و خشک را ندانند. وقتی طولانی گذشت ولی به من اجازت ورود به خاک تاجیکستان را نمیدادند. ماموران مرزبانی تاجیکستان خیلی آرام بودند و در بین آنها یک زن هم بود که از اون موهیا سلطانوا نام میبرند. موهیا به من پیشنهاد کرد که بیا با هم نهار خوریم و کمی استراحت کن. من در اتاق کاری او که حمام هم داشت، سر و کله خود را شسته، لباسهای خود را عوض کرده، در آشخانه کارمندان مرزبانان گریچکه خوردم. رفتار ماموران مرزبانی خیلی مهربانانه بود و من چیزی را پی نبردم. تلفن همراه، دستگاه عکسبرداری و همه چیزهای مرا گرفتند. من تا به حال به آن گمان بودم که آنها 4-5 شوخه خشکیده کوکنار را تشخیص میکنند و مطمئن میشوند که جز یک چوب و یا چیز آرایشی نیست. به شناسنامه هم مور میگذارند و من راهم را ادامه میدم. تمام چیزهایم را گرفته بودند، حتی ساعت دستی هم را نیز گرفتند، تفتیش کردند که مبادا ساعت جاسوسی نباشد و دارای امکانیت ثبت ویدیویی و یا صدا باشد. شبها در روی میز میخوابیدم، روزها باشد سوال بران میکردند که چرا تنها سفر میکنی؟ پول سفر رو از کجا پیدا کردم و در افغانستان چی کار میکنم؟ صبح بر وقت ساعت 6 یک پسر بچه جوان وارد اتاق بازجویی شده با یک داد و فریاد مرا از خواب بیدار کرد. با دهان پر از ناز پرسید که چرا من تا حال خوبم؟ من هم با عصبانیت گفتم که چرا با دهان پر از ناز به من این گونه دغل مناسبت میکنی؟ پس از او یک مرد تخمیناً 30 ساله فربه با نام فرهاد وارد اتاق بازجویی شده است. نازنین میگوید فراد یک مرد آرام بود و معلوم بود که با سواد و تحصیل کرده است. او میافزاد وقتی دید که کار جدی است، از ماموران امنیتی خواست تا تلفنش رو بگیرند که با خویشاوندانش و یا سفارت ایران در تاجیکستان در تماس شود، ولی آنها رد کردند. در روز سیوم نصرالله قدرتوف وارد اتاق بازجویی شد و خود را مفتش پرونده معرفی کرده گفته است چیز و چورت را جمع کن، من تو را پیش سفیرتون میبرم. ولی معلوم شد که
او دروغ گفته است. نازنین را اول به یک بیمارستان بردند و پس از معاینه رویکی به یک بنای سرخ آوردند که آن بنای وزارت کارهای داخله بوده است و باز پرسجو سر شد. شب او را به یک بازداشتگاه دیگری بردند که از زمان شوروی باقی ماند. بنا به تصویر نازنین مثل بازداشتگاه فیلم‌های خیلی وامناک به نظر می‌رسید. موافق قانون‌گذاری تاجیکستان در آنجا فقط 72 ساعت نگاه داشتن عیب‌دار شونده اجازت است، نه بیش از آن. نازنین میگوید قدرتوف گفت که چند روز اینجا میمانی تا سر صورت برگزار شود، برای همین چیزهای ضرورت رو گیر، از ضرور برخلته هایت. گفتم چند روز اینجا میمانم؟ گفت نزدیک 3 روز. وقتی وارد اجرا شدم خیلی ترسناک بود. بازداشتگان در دوام روز تنها حق چند دقیقه در حوالی بازداشتگاه هواخوری رو دارند و تمام، ولی برای من کمی رحم کرده تا یک ساعت میگذاشتند در حوالی زندان باقی مانم. در روز سیوم من در این بازداشتگاه یک چیز مانند به دادگاه با حضور مفتش و دادرس صورت گرفت. پس از آن مرا به سزای لمانوسوف که در شهر قرغانتپه است انتقال داده. گفتند که از سبب اون که مفتش تو شخص عرفه‌ای است، در مدت 10 روز پرونده تو را محکم میکند. برای همین من به مدت 10 روز با خود لوازمات ضروری مثل لباس، شامپون، صابون گرفتم. اما همه این دروغ بوده است. من 6.5 ماه در سزای لمانوسوف باقی موندم و اولین سر سودم پس از گذشتن 4.5 ماه صورت گرفت. در این سود من خیلی عصبانی بودم. به آنها گفتم که شما قانونگذاران نادان و بی‌سواد هستید. فرق بین یک سیاه با دوربین عکاسی و برخلته رخت خوب وارد کشورتون شده را از یک قاچاق مواد مخدر نمیدانید. پس از شنیدن این حرفا مفتش مجبور شد که تلفن من را بدهد و من به مادرم رسانیدم که در تاجیکستان در زندان استم و به سفارت ایران در تاجیکستان خبر دهید.